تاریخ مبارزه و مقاومت در برابر رژیم پلید و نکبتبار ولایت فقیه که استبداد مذهبی زیر پرده دین را در میهن محاکم کرد، آکنده از تابلوهای شکوهمند و غرورآفرین است. تاریخ مقاومتی که پیکرش از تارهای خون و پودهای رزم و رنگ مجاهدان و عاشقان آزادی تنیده شده است. امروز به تماشای یکی از این تابلوهای پر افتخار می نشینیم و درباره آن سخن می گوییم. نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه‌ای کوچکتر از دست‌های تو، نه به خاطر جنگل‌ها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشن‌تر از چشم‌های تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسان‌ها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه تو، به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیایی است، به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم، به خاطر دست‌های کوچکت در دست‌های بزرگ من و لب‌های بزرگ من بر گونه‌های بی‌گناه تو، به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو هلهله می کنی، به خاطر شبنمی بر برگ هنگامی که تو خفته ای، به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی، به خاطر یک سرود، به خاطر یک قصه در سرد ترین شبها، تاریک ترین شبها، به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ، به خاطر سنگ پرشی که مرا به تو می رساند، نه به خاطر شاه راه های دور دست، به خاطر نابدان هنگامی که می بارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند. میلیشیای مجاهد خلق فاطمه مصباح در تاریخ 26 شهریور سال 1360 به شهادت رسید. او سومین شهید از شهدای این خانواده مجاهد بود که در سن 13 سالگی گلوله‌های شقاوت و جنایت بر پیکرش فرود آمدند و او را در خون نشاندند. فاطمه در سال 1347 در تهران به دنیا آمد. 3 ساله بود که پدرش حاج محمد مصباح به زندان‌های رژیم ضد خلقی شاه افتاد و از همان زمان این خانواده قدم در مسیر مبارزه با 2 دیکتاتوری گذاشت. در سال 56 همزمان با آزادی زندانیان سیاسی مجاهد از زندان و از جمله پدر قهرمانش، فاطمه که دختری 9 ساله بود فعالیت‌های سیاسی خود را با پخش اعلامیه و شرکت در تظاهرات‌های مردمی علیه نظام سلطنتی شروع کرد. او پس از پیروزی انقلاب در بخش دانش آموزی به فعالیت پرداخت. فاطمه با انجمن دانش آموزان مسلمان مدرسه انوشیروان ارتباط داشت. سال 60 برای مدتی ارتباط او با سازمان قطع شد. اما برای وصل ارتباط به تلاش خود ادامه داد تا اینکه بالاخره موفق شد و با انجمن توحیدی خواهران رسالت ارشاد ارتباط برقرار کرد. سرفصل 30 خرداد سال 1360
با تاراج تهمانده آزادی ها توسط خمینی و بزنگاه انتخاب و سرفصل تعیین تکلیف با ارتجاع از راه رسید، سرفصلی که فاطمه با شور و شوق انقلابی به استقبال آن رفت و در آن شرکت فعال داشت.